ما در زندان آلکاتراس هستم، جهنم برای جنایتکاران حرفه‌ای. جایی که در یک جزیره هست و این زندان خطرناکترین و مخوفترین زندان دنیا نامیده میشه. این خطرناکترین زندان جهان داخلش چگونه است؟ واقعا دوستا بسیار سخت است دیت یک اتاق بودن. هفته دوبار حق داشتن که شاور استفاده کنن. این در سرقت مسلحانه بانکا و یا دستگیر شده. وقتی او دروازه بسته شود دیگه اینجا بندازه تاریک میشه که هیچ چیز دیده نمیتونی. به نام جانسون است که بیش از 40 بار ای دستگیر شده توسط پلیس. In the old days, the prison, the doors open like this. برای مجرمینه که برای جامعه و برای مردم ضرر میرسانن، یعنی فضای زندان آنقدر برشان تنگ بوده که کوشش خودکشی رو کردن. 36 زندانی بسیار خطرناک. از سراسر زندان‌های آمریکا گلچین شد. یک سریال بسیار مشهوره که از طریق تلویزیون طلوع هم نشر میشد به نام فرار از زندان را دیده بودین؟ چند لحظه قبل پیشوی چشم ما شیشه را شکستان و بایک گرفت و برد. زندگی موفق با حفیظ. بازودی. آلکاتراس جزیره کوچک است در خلیج سان فرانسیسکو در ایالات متحده آمریکا که حدود 2 کیلومتر با خشکه فاصله دارد. این جزیره جهنم غیر قابل فرار برای جنایتکارهای ماهر بوده است. زندان آلکاتراس در سال 1934 به زندان فدرال مبدل شد و مهمان 137 زندانی که عموماً قاتلین و سارقین بانک ها بودند به فعالیت آغاز کرد. جنایتکاران بیرحم و سردسته گروه های بزرگ مافیا زندانی این زندان بودند و زندانبان‌های آلکاتراس نیز از خشن‌ترین زندانبان‌های آمریکا بودند. دوستا، ما به زندان میرم. یکی از مخوف‌ترین، خطرناک‌ترین و مشهورترین زندان‌های جهان، آلکاتراس. امروز ما مثل ما ده‌ها نفر دیگه به خوش خود میرن به زندان. نقشه همین خود آلکاتراس یا زندان در اینجا نمونه ای ساختن که هر کس بیاید یک بار دربارش بخوانم. دوستا، برای خریداری تکت به پیر 33 نام از جای است میاین و تکت میگیرین برای زندان رفتن. بسیار جالب است. هر تکت هم 41 دلار برای شما تمام میشه و کل کسایی که در اونجا منتظر است همشان تکت هم میخرن و به خوش خود روانه زندان میشن. دوستا، ما تکت گرفتیم و منتظر هستیم تا که با او کشتی که در اینجا استاد است ما را ببره به جزیره آلکاتراس. این دوستایی که در اینجا تمامش میبینین همشان انتظار هستند. شاید تا فکر میکنم 10 دقیقه دیگه ما به خود جزیره توسط از کشتی انتقال شویم. دوستا، یکی از مشکلات کلان، چالش های کلان در سان فرانسیسکو وقتی شما میایین موضوع نبود پارکینگ موتر است و اگر موترتان میارین پارک میکنین در جای مسئول پارک کنین. داخل موترتان هیچ چیز قیمتی را نمانین. این قسم شیشه را مشکنانه. چند لحظه قبل پیشوی چشم ما شیشه را شکستان و بایک گرفت و برد. بنابراین شما موترتان در جای درست پارک کنین و
بایک، چیزهای قیمتی، هیچ چیز را داخل موتر نگذارین. دزدی دیگه بسیار به حد اشار زیاد است. انتظار بر زندان رفتنم بسیار جالب میگذره. بعضی کسا انتظار داره زندان که از زندان برایه، اما همه قدر مردم با خوش و خوشحالی خود به زندان میره و بسیار به صبرانه کلگی منتظر است که لحظه زندان رفتن فراهم شود. ایره بعضی دوستا زندان آمدن، بر آمدن، ما دیگه زندانی های نو هستیم که داخل میریم. بالاخره نوبت ما رسید که داخل بریم، اما بدون ماسک نمیمونه دوستا. بیاین داخل کشتی. Thank you. ماسک دیگه مجبورن دیگه که میگه ماسک باید داشته باشین. یعنی تا بال رو هم در اینجا قصه های قرنطینی ها جریان داره. وانا ببینین که چقدر مردم میاید، چقدر تکت خریداری شده و هر دو ساعت بعد، یک و نیم ساعت بعد امی کشتی پر میشه میره، پس مردم میاید، باز پر میشه میره، بستر روز نمی قسمه است. و حتی یک هفته پیش باشه میره بکشم، یک هفته پیش شما باید تکت هایتان رو بوک کنید. داخل از کشتی اون دوستا میوه و همه چیز است. اگر شما اشتیاق داشتین کانتین است. این زندان دوستا به خاطر زمین در داخل او ساختن، یعنی ما نیم ساعت باید بریم به اونجا، چون زندانی های بسیار خطرناک ماهرانه از هر زندانی که در خشکی قرار می داشت اونجا فرار میکردن به یک نحوه. اما این زندان ساختن بسیار مصرف گزافه کردن به خاطر از اینکه زندانی ها دیگه فرار کردن اتانه. ۲۰۲۲ چطور خوش هستن که برن به خطرناکترین زندان. واقعا این زندان حالا به موزیم تبدیل شده، یعنی برای 29 سال تمام این زندان بوده، اما بعد از او باز دیگه دیدن که مصارف از این بسیار بالاست، نمیتونه حکومت بپردازه، مثل یک هتل 5 ستاره مصرف یک زندانی بوده، از او خاطر بازیر موزیم ساختن، کار ساده کردن. حالا هر روز از پیش شاهد دارن. دوستان رسیدیم به زندان، پایین میشیم حال دیگه. کلگی آهسته آهسته روان است تا که نوبت ما برسه. بسیار بیروبار است. این خانم معلومات میده و چهره زندانبان هم داره. واقعا اگه حس از این را میکنی که داخل زندان شدی. The plan was to tear down all of the historic buildings here, including the cell house that you all came out here to see today. Without a second thought, all of it was going to be replaced with something else. So at this moment, all of you here today visiting... نقشه شما اینجا است که شما راه را گم نکنین و در کجا برین. دوستا، این خطرناکترین زندان جهان در سال 1934 افتتاح شد و 137 زندانی خطرناک از سراسر زندان‌های آمریکا گلچین شد، به این زندان آورده شد به خاطر از اینکه در هر زندان دیگه و هزاران مشکل ایجاد می‌کردند، از این خاطر به این زندان منتقل شدند.
دوستای زندان هم خیلی کلان است که رفته را ایستیم به قسمت نقطه بالایی اید نمیرسیم. واتر تاور یا تاور آب سان فرانسیسکو، این نما یکی از نماهای بسیار مشهور آلکاتراس است. توسط آمریکایی ایندیول هاسل اینجا زمان گرفته شده بود در سال 1969 و پیام از صلح را فرستادند. ده دقیقه از دوستا که ما پیاده روی داریم در داخل از زندان تا که به قسمت بالاییش برسیم، جای اصلی که زندانیان نگهداری میشن و ساختمان های مختلف دیگه هم هست در اینجا. دوستا از این زندان فیلم هایم ساخته شده. یکی از فیلم ها به نام فرار از آلکاتراس است. بدون شک شما یک سریال بسیار مشهوره که از طریق تلویزیون طلوع هم نشر میشد به نام فرار از زندان را دیده بودین، اما درباره زندان هم فیلم های ساخته شده، اما فرار زندان درباره زندان نبوده. فرار از آلکاتراس که دو زندانی سر دو زندانی بسیار مشهور از زندان ساخته شده بود، داستان زندگیشون چطور فرار کرده بودن، او را شما میتونین که در یوتیوب پیدا کنین، در نتفلیکس یا در بقیه سایت های که تماشای فیلم در او امکان داره میتونین که در اونجا این فیلم ها را ببینین. اما بسیار جالب بوده که قصه و داستان دو زندانی که فرار کردن از این زندان در فیلم به تصویر کشانده شده، فرار از آلکاتراس. این قسمت در این زندان دوستا به خاطر اجساد بود که کسای زندانیایی که برابر دلایل مختلف زندگی خود جان خود از دست میدادن، یا مریض میشدن یا خودکشی میکردن یا کدام مشکل برشان پیش میشد، باز اجسادشان در این سردخانه نگهداری میشد. این سردخانه در سال 1910 ساخته شد، تا سال 1963 فعال بود و اجساد در داخل از این نگهداری میشد و بعد از او باز از اینجا در وقت مناسبش این انتقال میدادن بیرون از این جزیره به قبرستان ها و این سردخانه از این زندان بودن. جنایتکاران بیرحم و سردسته گروه های بزرگ مافیا زندانی این زندان بودند. الفانس کاپون یا الکاپون یکی از زندانی های این زندان بوده. وقتی در سال 1920 میلادی مصرف الکل غیر قانونی در امریکا اعلان شد، الکاپون آغاز به قاچاق مشروبات الکلی در امریکا کرد. به خاطر پوشیدن لباس‌های شیک، لقب گنگستر شیک پوش را نیز داشت. الکاپون 100 میلیون دلار که به ارزش 1 میلیارد دلار امروزی می‌رسد، سالانه عاید داشت. نصف قاچاق مشروب آمریکا توسط الکاپون و گروهش انجام می‌شد. از کارهای خوب آلکاپون نیز ذکر شده. با رکود اقتصادی آمریکا به تمام فقرای شیکاگو غذا و سوپ تهیه می کرد. آلکاپون اولین کسی نیز بود که گفت روی تولیدات شیر و لبنیات باید تاریخ مصرفی ذکر شود. این زندان هم دوستا قدر کلان است، قدر ساختمان‌های بزرگ داره، حتی نیم ساعت هم که شما پیاده روی کنین بازم راه هست، جای هست و قسمت های مختلف هست که شما میتونین ببینین. من ایسی یک گردشگر نیم روزتان کاملا در اینجا که برش بگذارین میتونین که جاهای مختلف هست شما ببینین. ما هم برویم به طرف قسمت داخلی خود زندان و بالاخره رسیدیم به زندان اصلی، مین پرزن. زندان اصلی داخل میشیم، میبینیم که چگونه ساخته شده. این خطرناکترین زندان جهان
داخلش چگونه است، سلولایش یا اتاقایی که زندانیا نگهداری میشه چگونه است. بیاییم این زندانی رو نو به زندان می آورده، یکیش چهره خودم پوشانده که باش معلوم نشه. اما جالب چی است که یک رقم لباس برازیا می گرده، چون بسیار هوا سرد است اینجا، یعنی یک کرتی داشتن سیاه و لباس های فولادی رنگ. دوستا ببینید، هم در پای زندانیا زنجیر بسته بوده، هم در دستشان، و حتی وقتی ها رو به بیرون انتقال می دادن، کدام جای مریض می شدن، مشکل پیدا می کردن، یا وقتی که داخل زندان می آوردنش، دو نفر پایهایشان هم بسته می کرد که اگر تا خود با آب پرتن، آب بازی کرده نتانن دیگه، یعنی تحت شرایط بسیار شدید امنیتی این زندانی ها نگهداری می شدن. هر زندانی حق داشته در آلکاتراز که دفته دوبار شاور بگیرن. این قسمت ببینین که جای شاور هاست، یعنی تقریبا همزمان میتونسته که 60 الی 70 نفر شاور بگیره، و در این قسمت جای لباس بدن. از شاور که وقتی میامدن لباس، وسایل بهداشتی، همه چیزی که نیاز بوده در این قسمت برشان داخل پنجره میدادن، و بعد از باز انتقالشان میداده پس به اتاقهایشان. یعنی هفته دو بار حق داشتن که شاور استفاده کنن. یکی شاور ما بهش گرم بوده سرد بوده معلوم نیسته. زندانی هایی که شاور می گرفتن و لباس می گرفتن، بعد از او باز از این راه می رفتن به اتاقهایی که برشان ساخته شده. هر سلول یا هر اتاق برای یک زندانی بوده. دوستا بسیار چیز جالب در مورد از این اتاق هایی است که طولش 2.70 متر است، طول از این اتاق، عرضش برش 1.30 است، یعنی 1.30 متر عرضش است. یک دانه تخت فلزی، یک کموت و یک قسمت هم که زندانی اگر بشینه مثل چوکی استفادهش کنه خلاص، دیگه در اینجا هیچ چیز نبوده. و به خاطر از همین سلولا در زندان جدا جدا بوده، چون که این زندانیا گلچین می شدن از زندانای مختلف آمریکا به اینجا آورده می شدن، چون در دیگه زندانا بسیار مشکل ساز بودن، از اون خاطر در اینجا تنها نگهداری می شد. قانون دیگه که برای هر زندانی بوده که هیچ کس حق نداشته گپ بزنه، صحبت کنه، صحبت حق نداشته کس کنه، فقط در وقت نان و تامخوری اجازه صحبت داشتن خلاص. دوست یک چیز جالب دیگه که من دیدم در زندان، بعض سلولا هست که به نام سلولای خوش یا سلولای خوب برای زندانیایی که قوانین از اینجا را مراعات میکردن. اینجا را شما ببینین که این زندانی نه حتی حق داشته که آکاردون در داخل سلول خود داشته باشه، آکاردون بزنه، بعض چیزهای ذهنی، نقاشی، بعض چیزهای دیگر هم اینجا داخل سلول داشته باشه. پس این منطقی زندان سلولایی که اینجا بده به نام Good Time Cells است، یعنی که اوقات خوش سلولا برای زندانی ها. اینه پیش هم که شما بیاین این اینجا مکمل نقاشی های زندانی است و رسامی هایش است و همه امکانات هم برش مهیا بوده. از اون خاطر اینجا دیگه خوشبخت بوده هر زندانی که به این سلولا نگهداری می شدن. چهار شخصی که در اینجا است از زندانی های مشهور آلکاتراس بوده. این شخص به نام وایتی تامسون است که به جرم اسلحه داشتن، اسلحه غیر قانونی و حملات تروریستی و بعضی مسائل دیگر دستگیر شده و آلکاتراس از سال 1960 الی
سال 1962 اینجا نگهداری شده بودن. این شخص به نام جان بانر است، شماره پیرانش 1133. این در سرقت مسلحانه بانک ها یا دستگیر شده که از سال 1954 تا سال 1958 4 سال در زندان بوده. این شخص به نام جیمز کولین است که به جرم اختطاف دستگیر شده و از سال 1942 تا سال 1952 10 سال به زندان بوده این شخص. و این شخص آخر دراوین کان که ایام در دزدی سرقت مسلحانه بانک ها دستگیر شده و از سال 1959 تا سال 1963 در زندان بوده. برای مجرمینه که برای جامعه و برای مردم ضرر میرسانن و نارام میسازه یک جامعه را، این زندان ها دیگه واقعا ضرور است. وقتی دوستان من طرف از این میبینم دلم تنگ میشه. یکی یک شخص داخل از یه اتاق 2 متر که طولش است و 1 متر تقریبا از او بیشتر عرضش است، یک دانه چوکیگک، یک دانه دستشو، یک دانه کمود، این قسم یک تخت و یه رجایی و در این تک فضا 10 سال، 15 سال یک شخص زندانی بوده. اما این اشخاص هر کدامش جنایتکارای حرفه‌ای امریکا بوده. در جنایت های بسیار خرد ریزه دست نداشتن یا جنایت های بسیار کلان در سطح مملکت های انجام می دادن. از او خاطر این سلول برشان، برای جنایتشان و جرمشان یک پاسخ بسیار بسیار محکم بوده و واقعا بسیار دلگیر است این فضا. و عالمه اما پرنده هایی که در قفس می باشه و هم به ذهن من خطور کرد چه یک روزگار سخت هم پرنده هم می گذرانند. خب بعض جان عادت می کنند اما واقعا سخت از داخل یک قفس باشی. دوستا از این زندان 14 پلان فرار صورت گرفته توسط 36 زندانی. 36 زندانی بسیار خطرناک. از میان از 36 نفر 7 نفرش توسط گلوله از بین رفته توسط گاردای از زندان. 2 نفر غرق شده در آبها، 5 نفر مفقود الاثر و 23 نفر دوباره برگشت داده شده به زندان و فرارهای ناموفق بوده همش، چون در داخل این جزیره و این زندان فرار کاملا ناممکن بوده. یعنی یک زندانی دوستا یک قاشق کمک کرده که به اینی گونه از زندان فرار کنه. اینی قسمت سراغ کردن به مرور زمان و به اینی شکل از قسمت های مجرای آب و یا استفاده کردن آمدن به ای که از زندان بیرون شوند. یک نحوه زندانبانا را با گذاشتن از این مجسمه آدم ساختگی در جای خواب خود فکرشان مخشوش بسازه و خودش فرار کنه. هر زندانی که تمام قوانین آلکاتراس مراعات میکرد فقط ماهی 1 بار اجازه داشته که یک ملاقات کننده داشته باشه، یا فامیلش یا دوستش یا رفیقش، هر کسی که بوده به اینجا می آمدن، او طرف ملاقات کننده می بود و این طرف زندانی، و برای چند دقیقه اجازه داشتن که ببینند. تمام بعض از زندانیا اگر مشکل ایجاد میکردن، جنگ میکردن، تخطی میکردن از قوانینی که در زندان بود، دست شیاچال انداخته میشد. اینی اتاقا به نام شیاچال است. اینک داخلش بشویم. وقتی او دروازه بسته شود دیگه اینجا بندازه تاریک میشه که هیچ چیز دیده نمیتونی. و زندانی که مشکل ایجاد میکرد اینجا وقتی میآوردش تا که قبول میکرد، قناعت میکرد که دیگه او کار نمیکنه، از این سیاچال برآمده نمیتونست. و این دروازه وقت پیش شد دیگه اینجا هیچ چیز را شما دیده نمیتونین. واقعا یک جزای بسیار سخت برای کسایی که تخطی میکردن از قوانین زندان وجود داشته سیاچال. موسیقی
تیم سلاح آلکاتراس. یعنی شما ببینید عکس هایشان هم این سلاح 154 سال قبل امریکا بوده که از این سلاح استفاده میکردن. یک قسم مرمی داشته، هر مرمی از این وزنش بیش از 130 کیلوگرام است. یعنی میخواد از این 130 کیلوگرام وزنش است و از این سلاح ها در برابر جنگ ها و متجاوزین و کسایی که حمله میکردن ها استفاده میکردن. از خود اینجا نوشته است که تیم سلاح آلکاتراس. جایی که من استاد هستم به نام متل دیدکتر، یعنی پیدا کننده فلز. در مو وقتش این قسم یک دروازه را ساختن که هر کس وقتی از اتاق تامخوری میبرامده از اینجا چک میشده که کده خود کدام قاشق پنجه کدام چیز را انتقال نده به اتاق، از این خاطر اینجا چک میشده متل دیدکتر. و اینجا به نام تایم سکویر یاد میشه. اینجا تامخانه زندان است. دوستای آشپزخانه زندان آلکاتراس بوده. در اینجا چیزایی که در مینیوی غذایی از یا پیدا می شدن، انواع غلجات خوش، گندم دم داده شده، تخم جوشانده، شیر تازه، مربای میوه، نان روغنی، نان، مسکه و کافی. اینمی غذاها خارج از این هیچ چیز دیگه نبوده. و این سال شما نوشته است 1963 21 مارچ این مینیو جور شده بوده. و جالب است دوستا که در هر زندان دیگه در آمریکا میگن که کانتین وجود داره، اما در زندان آلکاتراس در او وقت به هیچ عنوان کانتین وجود نداشت. تنها غذای هشت قلمه که من براتون نام گرفتم اینمی در مینیوی غذایی بود و دل کس که خوش داشت میخورد، نداشتم مربوط خودش میشد. خلاص. اینجا بعضی از تصاویر از زندانیا است که فضای زندان آنقدر بهشان تنگ بوده که کوشش خودکشی رو کردن. و حتی این شخص که هست تصویرش در سن 40 سالگی توسط پلیس با ضرب گلوله از بین رفته به خاطر ازی که کوشش میکرده که فرار کنه یا خودکشی کنه. محکوم به 45 سال زندان به جرم دزدی و اختطاف در سن 21 سالگی ای زندانی. و جالب چی است که میگه ای 10 سال خود در آلکاتراس گذشتانده در این زندان، در یک نمونه و الگو بوده و دیگه زندانی ها، بخاطر از اینکه دیپلوم خودم در مکتب از اینجا گرفته در آلکاتراس و من حیث کسی که اکس ری میگیره در اونجا در شفاخانه خود زندانم بر چند وقت کار کرده. ای زندانی یک داستان جالب داشتم. ای به نام جانسن است که بیش از 40 بار ای دزگیر شده توسط پلیس. ای را لقب دادن رئیس جرایم مختلف و جرایم سازماندهی شده. این شخص تقریبا نیم از عمر خود در زندان گذاشتانده و یک شخص بوده که پول از مردمای پولدار می گرفته و با مردمای غریب، کسایی که ضرورت نداشته برشان می دادن. از او خاطری بین مردم بسیار یک کاراکتر دوست داشتنی هم پیدا کرده، مردم بسیار طرفدارش بودن. و جالب است که اینجا نشته کردن وقتی که از آلکاتراس در سال 1963 رها شده، باز برزی یک استقبال کردن از ای و مردم دو طرف استاد شده که ایره خوش آمد بگویند پس به جامعه. دیگه داستان از این شخص هم جانسن بسیار جالب است. این کتاب خانه بوده برای زندان و بدون شک که بسیاری اوقات خود کسایی که به زندان میاین هدف همی است که به گناه خود پی ببرن، خود تغییر بتن، اصلاح شوند و من حیث یک انسان سالم پس به جامعه برن. از او خاطر کتاب خانه هم در زندان ها هست تا
کتاب های متفاوت و مختلف وجود داره و زندانی وقتی که به زندان دارد 10 سال، 5 سال، 20 سال هر چقدر که محکوم به حبس شده کتاب را میگیره و کتاب مطالعه میکنه. و بدون شک بسیاری از کسایی که از زندان دوباره رها شدن وقت زندان سپری کردن انسانهای بسیار مفید، انسانهای بسیار خوب و انسانهای بسیار بسیار عالم و بزرگ از زندان پس وارد جامعه شدن به خاطر که درس گرفتن، عبرت گرفتن و خود تغییر دادن. اما بسیاری کسا حتی عقده‌ای شدن و برعکس جرمشان، جنایتشان ده چند بلند رفتن. دوستا یکی از کارمندایی که در این زندان، در این موزیم برای فعلا دیگه مصروف کار است اینجا هستیم و Hello sir, how are you? Pretty good, how are you? Good, thanks. It has been really nice to see this museum for now. Yeah. Once in a time it was a very dangerous prison. Yeah. Yeah, so what do you know about this Alcatraz? Well, I know it started in 1857 as a military fort. And they had prisoners in the side, but they put them in a pit, and they used a bucket for going bath, like number pissing yeah. and peeing, and it was really primitive conditions. Then 1934, the Federal Bureau of Prisons took over, because in the old days, the doors opened like this, so any inmate can push the prison doors and they can open, yeah. and then hit somebody. So they devised a sliding system. 1963 was ordered to be closed by Robert F. Kennedy Jr. because it was too expensive to maintain. And 1974, it became a national park / museum. Yeah, 1974. Yeah. یکی از گوشی‌ها را بر شما می‌تن که دی گوشی شما در هر قسمت از این زندان که بگردین بر شما از طریق صدا برشتان میگه در کجا کدام نقطه هستین، معلومات میده که اینجا چی بود، کی بود، چی تو گذشت، کدام اشخاص در زندان بود، همیشه در هر نقطه از زندان بر شما معلومات میده و اینا مسئولش هستن که یارا برتون بده. و طوری که گفت در سال 1974 باز این زندان دیگه به چی تبدیل شد، به موزیم و به پارک ملی تبدیل شد. How many visitors are coming to the Alcatraz about, on daily basis? About 5,500 visitors a day during the high season. 5,500. Okay, 5,500 نفر روزانه به زندان میایند و از زندان دیدن میکنند. Any interesting points about people who are coming from different tribes? Yeah, they have people from Australia. They have people from Afghanistan. We have people from, and I know how to say different things in different languages. I know goodbye. You say khodafiz. Khodafiz. Yeah. So they say that in Persia. They say that in Pakistan. They said that Afghanistan. Yeah, khodafiz. They said khodafiz. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed. مرغا شما در سان فرانسیسکو که میایین بسیار زیاد میبینین. یکی از پرنده هایی است که در اینجا به بیشمار پیدا میشه و هر طرف که میرین صدای از این مرغا هست. یک چیزی که بسیار جالب است در سان فرانسیسکو، شما وقتی میایین مثل من یک دانه جمپر داشته باشین. من با یک بلوس آمده بودم، کولایش قدر، اما آهسته آهسته هوا که سرد میشه فقط میگین که زمستان شد. لباس گرم باید با خود داشته باشین دیگه، هوا بسیار سرد میشه که باز خدا نخواسته مریض میشه. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst. دوستو بالاخره من از این زندان خلاص شدم و این سفر ما به داخل زندان آلکاتراس، یکی از زندان‌های بسیار بسیار خطرناک دنیا، همینجا به پایان می‌رسه. حس آزادی هم بسیار یک حس خوشایند است. وقتی از قفس آزاد میشه، انسان از زندان آزاد میشه، مثل پرنده پرواز میکنه و امو خوشی و سرور آزادی را با تمام وجود آدم حس میکنه. من نیم روز در داخل زندان بودم و واقعاً خداوند همه گیره نگاه کنه از این حالت. این بود دیگه برنامه ما در زندان آلکاتراز. شما سابسکرایب کنین چینل برای ویدیوهای بعدی، برنامه های بعدی. نظرتان رو به من بنویسین در کامنت که کجا رو میخواین باز ما برم و کدام قسمت از برنامه امروز ما در آلکاتراز بر شما جالب بود، کدام قسمتش بسیار بسیار
حیران کننده بود برای شما در نظریات برام بنویسین، ویدیو را لایک کنین، با دوستاتون که تا بال ندیده درباره زندان آلکاتراز خبر ندارن، خطرناک ترین زندان را ندیدن، میتونین که ویدیو را همراهشان شریک کنین و منتظر تمام نظریات شما هستم. کل شما میخوانم و به نظریاتتون رسیدگی 100% میکنم. خوش و آرام و آباد باشین در هر جایی که هستین. هموطنای گل و مهربان، الله پامان، خدای معطل خوشحال اولارا. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake.